أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. خب خداوند انشاءالله طاعات عبادات و این اعمالی را که مؤمنین دیروز در روز قدیر انجام داده اند از همگان به احسن وجه قبول بگرداند. صلوات خواند فرمایید. اللهم صل على محمد. خب نکته ای را که عرض می کردم راجع به مهر که حالا من نشان میدم که بعضی از مؤمنین سوال کردن که در رابطه با ای که ما نماز خواندیم روی این قسمتی که نقش داره حال نماز ما چطور میشه؟ من عرض کردم و فتوای آجای سیستانی را گذاشتم در سایت که این حرام نیست، یعنی جائز هست، اشکال وارد نمی کنن. ولی اون را که عرض کردم بنابر آی سیستانی می فرماید باید این را ترک بکنیم به خاطر این که رفع شبهه بشه، ولی اینی که سر خود را انسان بگذارد روی این قسمتی که نقش داره مثلا با این مهر با اون روی که در اون منقوش هست، یعنی کربلا نوشته است یا مثل این که گفتیم زیارت وارث نوشته است، جایز است، اشکال نداره. ولی آجای سیستانی فرمودن که باید این طرف صافش ره و دلیلشان فرمودن به خاطر رفع شبهه که حالا یا امام رضا یکی نوشته، بعضی از مهرهاست نوشته است یا امام رضا. خب خیلی ها میگن که همینطوری گفتیم که شبهه سر ما هست، میگن اینها مثلا به اسم امام رضا سجده میکنن نه برای خدا مثلا، یا نوشته است تربت کربلا، میگن نه اینها سجده روی کربلا میکنن. خب وقتی راه حل وجود دارد که این طرفش صاف هست، کم پیشانی آسیب نمیبینه و هم این که رفع شبهه میشه، خب چرا این کار را انسان نکند؟ بحث دوم این است که سوال شده که این مهرهایی که چرک شده، یعنی چرکیش به حدی است که از به تعبیر ایرانی از قهوه‌ای به سوی سیاهی و تیرگی رسیده، یک قشر دیگر گرفته. یک وقت است یک کمک خود رنگ پیشانی آدم تر باشه یک کم رنگ میگیره، این خود درست، ولی کم کم نزدیک شده که قهوه‌ای تیره شوه. ایره فرمودن چون یک جرم دیگه هست روی از یام سجده اشکال داره و ایره خود انسان باید تشخیص بده که مهر چقدر به اصطلاح روی این چرک آمده، آیا کلهم به حد شده که یک لایه دیگه آمده روی این که دیگه روی از او سجده جایز نیست. پس مهر باید هم بهترش همین هست که هم مهر این طرفش صاف باشه و هم این تمیز و عاری از چرک باشه. در بعضی از مساجد در اون بالای یک جایی درست میکنند که جایی هست که رگمال گذاشتگی است، بعضی ها میاین اون رو پاک میکنند که یک کمی اگر تیره میشه اون پاک میشه. بالاخره این دو تا مسئله را در رابطه با مهر خدمت شما به عرض رساندم. اما بعد از روز عید قدیر خم دیگه حسینیاها مساجد تکایا کم کم آماده ماه محرم میشن، گرچه یک عید و یا یک روز خوشحالی دیگه هم ما در پیش رو داریم، گرچه دو تای دیگه که یکی اون روز مباهله است که یکی از بزرگترین روزهای مهم تقویم اسلامی هست که روز پیروزی اسلام بر غیر مسلمانان هست که داستانش را همه مؤمنین می دانند و ما هم انشاءالله در اون روز عرض می کنیم که اون روز اثبات ولایت آقا امام امیر المؤمنین علی علیه السلام هم هست طبق اون آیه مباهله. ولی کم کم دیگه حسینیاها و اینها آمادگی ماه محرم را میگیرن و همینی که آمادگی ماه محرم گرفته میشه کم کم سیاه پوش میشه، کم کم
آماده برگزاری مجالس میشه، دشمنان اسلام و مخصوصاً منافقین اینها فعال میشن. اینها خودشان رو رو برو نشان نمیتن، ولی در اینترنت ها تا جای امکان شیطان هم اینا رو کمک میکنه تا جای امکان شبه می اندازن که چرا باید محرم را ما برگزار بکنیم، چرا پولش را نفرستیم در افغانستان، چرا این همه نظر داده میشه این به عروسی یک نفر بکنیم. صدها تا سوال پیش میاره. یعنی اگر یک نفر میایه اونطوری عروسی میکنه که حالا کجا بود که ما همین دیشب یک مجلس بودیم، گفت ما را در یک عروسی دعوت کرده بود، او بحثش این نبود، گفت در همزمان یک ختم ما بود، یک عروسی ما رفتیم و ختم سریع رفتیم و به خاطر او که چند ماه قبل از ما نام ما را گرفته بود که شما میایین یا نمیایین در این عروسی در همین شهر سیدنی که از مؤمنین به اصطلاح که هر نفر $300 پول داده بود دیگه، چون ما قبلا اکسپت کرده بودیم، گفته بودیم میاییم و نمیرفتیم، خب پولش ازش گرفته بود. خب در این بحث ها کسی حرف نمیزنه که چطور تو $300 هر نفر، حالا این $300 تنها غذا و همون ورودی و هتل و اینهاست، ای که لیموزینش مثلا چند هزار دلار میشه، تزییناتش چند هزار دلار میشه، ایناش هم کار نداریم. حالا اگر حداقل 300 نفر در اونجا باشه چقدر میشه، 500 نفر باشه چقدر. یعنی من تعجب کردم که $300 چطوری به حساب یک نفر، اونم بر یک شام $300. خب اون پول جایش پولش مکانش ما کار نداریم، حرام هم نیست که بگیم حرام است، ولی در اونجاها هیچ کس حرف نمیزنه که چطور $300 با $30 هم میشه که انسان نان درست بکنه، چطور $300 نفر 270 با $30 بهترین غذا هم که درست بکنی $30. خب این $270ش از هر نفر در افغانستان نفرسی، ولی در ماه محرم که میشه که نظر ماه محرم هم اینطور نظر نیست که شاهانه باشه، خب یک برنج است یک قرمه است فوقش، 20 رقم غذا که نیست. خب در این میگن اسراف هست، در این باید فرستاده بشه به افغانستان، نظر نباید صورت بگیره. اینها شبهاتی است که از دستگاه‌های خیلی خطرناک ضد دین میآیه، ساخته میشه هر سال، هر سال اینها به حد تکرار میشه که بعضی از مؤمنین هم باورشان میشه. این رو به صورت صریح عرض بکنیم که هر مقداری که هر کس توانایی دارد باید در محرم و مصرف برسانه و هیچ کس دنبال هیچ کسی دیگه هم نباشید. اونی که وقت دارد وقت خود ره، اونی که توانایی آشپزی داره آشپزی، اونی که توانایی چای دادن داره، اونی که توانایی کفش دفت کردن داره، اونی که توانایی سیاه پوش کردن داره، اونی که توانایی نظر دادن داره. خب اگر خیلی هم دل بعضیا بر افغانستان میسوزه، بله، خب همین اگر $1,000 قرار است مصرف کنه، $500ش بفرست افغانستان که افغانستان هم بگن ما محرم، بگن بله ما $1,000 قرار بود نظر بکنیم در استرالیا، گفتیم بله فقرا در افغانستان هم هست، $500 دیگر $500ش اینجا مصرف میکنیم، $500 دیگیشه در کابل بگیرین یک مجلس ماه محرمه، نظر ماه محرم که اونجا مثلا در $500 در $1,000 در 12-13 شب میتونه یک مجلس برپا شوه، اصلا یک مجلس را انسان میتونه با $1,000 برپا بکنه. بعضی از علما اونجا میرن بر تبلیغ، جایی نیست که تبلیغ بکنن، خب با $1,000 شب $100 اونجا میشه 30-40 نفر غذا داده شوه، بسیار براحتی $30 $30 نفر $50 با $100 غذا داده میشه و یک روحانی به حساب دعوت میشه، یک مجلس اصلا برپا بکنه. لذاست که به عنوان نکته ابتدایی بحث های ماه محرم عرض کردیم که این دستگاه دستگاه استثنایی است، هر کس تا جای امکان و تا جای توانش خادم ابا عبدالله الحسین علیه السلام بشود و از همین الان
دیگه کم کم باید آماده برگزاری محافل ماه محرم الحرام بشیم. خداوند انشاءالله این توفیق را به ما عنایت بگرداند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. نه معلومه به حساب نیست چون روز ماه محرم باید چی سیاه